سلام دارم به شما بینندگان گرامی تلویزیون جهانی پارس. دوستان، گزارش امروز رو از شهر پاریس برای شما میفرستم، از برابر میدان اتوال. علت سفرم به پاریس پوشش خبری یک همایش هستش که قرار طی 3 روز آینده در این شهر برگزار بشه. نام این همایش هست رنسانس ایرانی فرزندان فردوسی، که قرار در مرکز فرهنگی زرتشتیان در پاریس برگزار بشه. میزبان اون آقای ساسانفر، رئیس مرکز زرتشتیان هستش، و این همایش از روز جمعه از ساعت 10 بامداد آغاز خواهد شد و روزهای شنبه و یک شنبه هم ادامه خواهد داشت، از ساعت 9 تا 5 بعد از ظهر، اینطور که در برنامه این همایش گفته شده. شامل سخنرانی هستش، پنل، گفتگو و کارگروه ها یا کمیسیون های تخصصی. سعی می کنم در روزهای آینده شما رو بیشتر در جریان این گرد همایی قرار بدم، که زیادی از گوش و کنار جهان برای شرکت در اون دعوت شدن. دوستان، خبر دیگری که امروز توجهم رو جلب کرد، اظهارات ولی فقیه بود در مورد تفاهم لوزان. از روزی که این تفاهم اعلام شد بین ایران و گروه 5+1، بسیاری از کارشناسان در انتظار بودند که ایران دیر یا زود دبه در بیاره و به نوعی بگوید که ممکنه قرارداد نهایی رو امضا نکنه. میدونیم که بیانیه‌هایی که منتشر شد به زبان فارسی و به زبان انگلیسی با هم تفاوت‌هایی داره، و همین تفاوت‌ها باعث این شده که در ایران محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه از سوی بسیاری از نمایندگان مجلس مورد انتقاد قرار بگیره، خصوصا کمیسیون امنیت و روابط خارجی مجلس به این مسئله اعتراض کرده که چگونه هست که جمهوری اسلامی این همه امتیاز به طرف مقابل داده. امروز در گزارش که خبرگزاری ها مخابره کردن از تهران، اظهارات ولی فقیه منعکس شده در سایت خبری ایشون، در سایت رهبری، که در اونجا گفته شده از نقل از آقای خامنه ای که هیچ تضمینی وجود نداره که قرارداد نهایی بین ایران و 5+1 تا 30 ژوئن امضا بشه، و مسئله که بهش اشاره شده همین مسئله تحریم ها هستش. امروز هم آقای حجت الاسلام و المسلمین سید حسن روحانی اظهار داشت که ایران قرارداد نهایی رو تنها در صورتی امضا خواهد کرد که تمام تحریم ها از روز اول اجرای قرارداد لغو بشه. ولی میدونیم که در اون بیانیه هایی که از سوی 5+1 از سوی ایالات متحده منتشر شده، وزارت امور خارجه تحت عنوان پارامترها گفته شده که این تحریم ها به صورت تدریجی برداشته خواهد شد و تنها در صورتی که جمهوری اسلامی به تعهدات خودش عمل بکنه و آژانس بین المللی انرژی اتمی هم بیاید و گواهی بده که ایران به این تعهدات عمل کرده، و از جمله مسائلی که ایران باید بهشون عمل بکنه پاسخ دادن به سوالاتی که آژانس مطرح کرده در مورد گذشته برنامه هسته‌ای ایران و ابعاد نظامی احتمالی اون، که جمهوری اسلامی تا به حال از پاسخ دادن به اون تفره رفته. بر صورت اون چیزی که امروز از سوی آقای خامنه‌ای از سوی سایت خبری ایشون گزارش شد، و همینطور هم حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی هم به اون اشاره کرد در روز ملی تکنولوژی هسته‌ای جمهوری اسلامی، نشون از اون داره که 5+1 و در رأس اون ایالات متحده ایام سختی رو در پیش خواهد داشت تا 30 ژوئن،
که بتونه با جمهوری اسلامی اون قرارداد نهایی رو امضا بکنه. همونطور که خدمتتون عرض کردم، از روز نخستی که این تفاهم اعلام شد، بسیاری در انتظار این بودن که جمهوری اسلامی بیاید و دبه در بیاورد، که امروز دیدیم که به نوعی این مسئله مطرح شد. به هر صورت در روزهای آتی حتما این موضوع بازتاب بیشتری خواهد داشت و شما را در جریان اظهار نظر کارشناسان پیرامون اون قرار خواهد داد. تا برنامه آینده از پاریس با همه شما خداحافظی می‌کنم.